مردم توان تحمل شوک تورمی جدید را دارند یا خیر؟ سوال دوم اینه که آیا دولتی که تازه هنوز مستقر شده و 80% مدیران ارشد و میانیش هنوز تغییر نکردند، بخشی از این مدیران میانی اساساً اعتقادی به این تحولات ندارند، کی میخواد وایس پای اجرای چنین جراحی بزرگی؟ شرایط کشور رو شما ملاحظه بکنید. طبق این جدول سال که هدفمندی یارانه ها انجام شده به چه ترتیبی بوده؟ الان به چه شکل هست؟ بیش از 10 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند. سالگرد عملیات کربلای 5 یاد این جمله شهید باقری افتادم که به فرماندهان میگفتش که اوایل جنگ 70 تا شهید اومده بود، همه تنشون میلرزید. الان 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا داره شهید میاد، انگار نه انگار. برادرها، میلیون میلیون خانوار داره میره زیر خط فقر. فقر یعنی ستون فقرات مردم شکسته. چرا صدای شکستن اینو متوجه نمیشیم؟ تحمل فشار جدید رو مردم ندارن. شوک جدید قیمتی نمیشه به مردم وارد کرد. سفره مردم خالی شده از برنج. برنج شما عرض ترجیحش رو حذف کردید. از 9000 تومان برنج هندی الان رسیده به 40000 تومان. از سفره مردم حذف شده گوشت قرمز، حذف شده نون و پنیری که تو سفره مردم مونده میخوایم حذف کنیم. مردم آستانه تحملشون این اجازه رو به ما نمیده. قرار ما این بود که تغییر به نفع مردم ایجاد بشه. چرا جلوی نقدینگی که داره از طریق بانک ها ایجاد میشه و خلق پولی که اتفاق میفته رو دولت نمیگیره؟ چرا جلوی بی انضباطی هایی که تو شرکت های دولتی داره اتفاق میفته رو نمیگیره؟ طریق کسری بودجه فقط این شده که دست کنیم تو جیب مردم. ما به دولت آقای رئیسی هشدار جدی میدیم که جامعه مستعد این موضوع نیست. جامعه رو دچار التهاب نکنید. شرایط منطقه رو بسنجید، توان مردم رو بسنجید. دولت شما بعضی از وزراشون ارتباطشون با بدنه منقطع، هنوز نپذیرفتن وزیر مربوطه رو، تمام معاونینش رو از بیرون آورده. بعضی از استاندارای شما هنوز سوار کار نیستن، نتونستن استان خودشون جمع بکنن. هدفمندی یارانه ها در سال پنجم اون دولت اتفاق افتاده، شما تو ماه پنجم هستید، هنوز دولت تثبیت نشده.